محمد رضا شجریان با مهر آمد و با مهر رفت، گرچه او انگار نرفته. یاد ایام آن که خود را صدای خس و خاشاک نامید با اهل موسیقی و طرفدارانش باقی مانده. آپارات رو ببینید. سلام، خوش اومدید به برنامه این هفته. یا آپارات حسن سولچو هستم. نام و آوازه محمد رضا شجریان، استاد بی بدیل موسیقی ایران، تنها به دلیل توانایی و ویژگی های آوازخوانی و نوآوری هاش نبوده. او بیشتر به دلیل اونچه میخوند، موضع گیری هاش در بزنگاه های تاریخی و مردمی بودنش شهرت یافت و جایی بلند مرتبه در دل بسیاری از مخاطبانش پیدا کرد. یاد ایام فیلمی است درباره یکی از آخرین سفرها و کارهای موسیقیایی محمد رضا شجریان، از جمله درباره سازهای موسیقی که خودش ساخته و به رنگ صداهای موسیقی ایرانی افزوده. این فیلم ساخته حسن سربخشیان هست. حسن سربخشیان زاده تبریز، عکاس خبری، مستندساز و تدوینگری هست که بیش از 20 سال از عمر خودش رو در این عرصه صرف کرده. عمده فعالیت‌های آقای سربخشیان در زمینه عکاسی خبری بوده و از جمله میتونیم به آثار او در جریان اعتراضات تیرماه 78 و همینطور پوشش تصویری جنگ عراق و آمریکا و جنگ افغانستان و آمریکا اشاره کنیم. عکس های آقای سربخشیان در بسیاری از خبرگزاری ها و نشریات معتبر دنیا منتشر شده. ایشون بعد از خروج از ایران رو به مستندسازی هم آورده و در این سالها چند فیلم مستند هم ساخته، از جمله تهران تا اورشلیم، بهار پراگ و مرغ سحر. مستند یاد ایام، تازه ترین کار آقای سربخشیان رو در برنامه این هفته میبینیم. آقای سربخشیان از پراگ همراه ما هست و به پرسش ها در مورد فیلمش قراره که پاسخ بده. خیلی خوش اومدیم به برنامه این هفته ما آقای سربخشیان. خب به اتفاق شما و بینندگان، اول فیلم رو ببینیم بعد دربارش حرف میزنیم. از جوان ها ایده میگیرم، جوان ها راهنماییشون میکنم، انگیزه بهشون میدم، کار باشون میکنم، معرفشون میکنم که اینا هر کدوم جایگاه خودش رو پیدا کنه و احساس مسئولیت بکنه و کارشون خوب انجام بده. پنجاه سال سابقه هنریش رو ریسک میکنه استاد. سیم اولته که میزنه. همکاری با جناب شجریان خیلی به لحاظ حرفه‌ای در یه استاندارد بالایی قرار داره. And unlike any concert experience performing I had ever experienced before. And it's actually shaped my perspective later on. In the golden voice of Master Shinji. Excuse me. Sorry. I didn't grow up with him, but he also became a kind of a symbol of hope. من از اینا خیلی چیز یاد گرفتم و لذت میبرم که باهاشون کار میکنم. و خیلی وقتا شده که یه واژه‌های جدیدی رو من خودم به وجود آوردم و این رو هنرمندانی که کار بداهه خانه دارن یا بداهه نوازی دارن دارن همشون. اگر نداشته باشن نمیتونن جایگاهی پیدا کنن، مجبورن همیشه تقلید کنن از دیگران و آنچه را که دیگران ارائه کردن اون رو ارائه کنن. ولی چه بهتر که به عنوان یک زبان اینا بشناسنش، تجزیه و ترکیبش بکنن، اجزاشو بشناسن و بتونن اجزای دیگه‌ای بسازن و با ترکیبات جدید ارائه بکنن. مثلا شما ما فرض کنیم میتونید که شور یاد ایام رو به عنوان یک نمونه تحریرهایی که درش هست مقایسه بکنید با شورهایی که گذشتگان خوندن، ببینید کاملا فرق میکنه. ضمن اینکه خب اینا موسیقی اصیله، اون هم موسیقی اصیله. یاد ایام آشیانی داشتم.
یاد ایام رو دیدیم، ساخته حسن سربخشیان، مستندی درباره محمد رضا شجریان و نگاهش به موسیقی، سازهای موسیقی و نسل جوانتر موسیقی. یاد ایام بهانه ای بود برای یادی از این استاد بی بدیل آواز ایران. تمرکز فیلم روی آخرین کنسرت آقای شجریان بود و گروهی که با او در این ارکستر همراهی کرده بودند. فیلم البته کیفیت صوتی مناسبی برای شنیدن موسیقی های تمرین شده برای کنسرت نداشت و از این بابت عذرخواهی میکنم. حسن سربخشیان سازنده این مستند همراه ما هست از شهر پراگ. آقای سربخشیان خوش آمد مجدد میگم بهتون. شرایط ساخت این فیلم و همراهی با محمد رضا شجریان چطوری برای شما پیش اومد؟ عرض کنم خدمت شما سابقه ساخت این فیلم، من یک کوچولو باید برگردم به عقب، به سالهایی که در ایران بودیم. سال 82 بعد از زلزله بم یک زمینه آشنایی شد که بعد از کنسرت خیریه‌ای که استاد شجریان به یاد قربانیان زلزله بم برگزار کردن، من افتخاری نداشتم که در کنسرت عکاسی کردم و خب یه سابقه آشنایی از اونجا پیدا شد. به مرور یه چند تا در واقع اتفاق، من خدمت ایشون بودم ولی هیچ وقت امکان در واقع ساخت فیلم از زندگی ایشون یا به ذهنم نرسیده بود یا اصلا مطرح نکرده بودم، چون اون موقع فقط عکاسی میکردم. بر اساس اتفاقایی که در زندگی شخصی من افتاد، سال 88 من از ایران مهاجرت کردم و یک سال بعد استاد شجریان رو در واشنگتن دی سی در امریکا ملاقات کردم که برای کنسرتی اومده بودن و خب اظهار لطف ایشون یه جوری بود که من یه جوری راستش باورم نمیشد که در ذهنشون مونده باشه. 7-8 سال گذشته بود از اون همکاری ما و همونجا من بهشون پیشنهاد دادم که دوست دارم از زندگیشون فیلم بسازم. پذیرفتم به صورت ضمنی، ولی این امکان حداقل 2 سال عقب افتاد به خاطر اینکه کنسرتی که میخواستم برگزار بشه و بیان دوباره امریکا، خب یک فاصله زمانی دیگه ای در واقع میطلبید. در این کنسرتی که به نام رنگ‌های متعالی با همکاری برادران پورناظری و در واقع همراهی نوازندگان امریکایی که سازهای سنتی ساخته شده توسط استاد شجریان رو در واقع می‌نواختن، این امکان برای من فراهم اومد که در نوروز سال 1392 بتونم در واقع کلید این مستند رو بزنم و حاصل کار در واقع همین 44 دقیقه‌ای هستش که شما و بینندگان ملاحظه کردن. به نظر میرسه که این سفر و این کنسرت از آخرین کارها و سفرهای موسیقیایی آقای شجریان هست، درسته؟ فکر میکنم بعد از این 2 در واقع کنسرت دیگه برگزار کردن که آخریش احتمال زیاد در شهر قونیه بود که سال 1394 بود، ولی کنسرت امریکا فکر میکنم این آخرین تورش بود، درسته؟ خب البته فیلم شما بیشتر متوجه اون کنسرت است و سازهایی که آقای شجریان خودش ساخته بود. اصولا نگاه خودش چه بود در مورد حالا چون این فیلمی که ساخته بشه؟ راستش برای من خیلی سوال بود، در واقع در مصاحبه‌ای که خدمتیشون داشتم سوال این رو که چرا تا به حال مستندی از زندگی ایشون ساخته نشده و زندگی نامه ایشون به تصویر کشیده نشده. و خب این خیلی جالب هستش که پاسخی که ایشون دادن شاید بد نباشه که بینندگان ببینن این رو در واقع به صورت مستند و حساسیتی که به مستندنگاری داشتن رو در این در واقع یک دقیقه کوتاهی که پخش میشه رو ایشون در واقع بیان میکنن. البته من به این راحتی نمیشینم مصاحبه کنم یا چه بدونم بنشینم دوستان، مگر اعتماد بکنم خیلی. ضمن اینکه خب خیلی دیگه از دوستان بارها کارگردان ها اینا خواستن که بیان زندگی من رو به حال به فیلم بکشن اینا. هی من حقیقتش چیز نشدم، خیلی رضایت این کار ندادم. اما خب به حال دیگه اصرار زیاد هست و خیلی یادشون خواهد. من دیدم که این کار رو با یک نفر نمیشه انجام داد. هر کسی یه بخش رو اگه دنبال کنه و بعد مجموعه اینها رو ما تبدیل به یک زندگی نامه بکنیم، فکر میکنم بهتر باشه. چون همیشه اون افراد نمیتونن در هر جا که من هستم باشن، یا هر کسی یه سلیقه‌ای داره، بقیه من بهتر اون سلیقه ها باشه در این کاری که میشه کرد. که اون مستند که میگن واقعا مستند باشه، اون زندگی باشه.
یعنی خارج از اون زندگی طبیعی آدم نباید باشه. ضمن اینکه کار شما برای خودش استقلال خواهد داشت، بشه از اینا استفاده کرد و مجموعه رو تکمیلش کرد. به نظر خود شما به اهمیت این مستندی که شما ثبت کردید در چه هست؟ تصور من این هست که در این مستند استاد شجریان مرد زمانه این روزها هستند. در واقع با اهمیت به پشتوانه موسیقی سنتی و هنر گرانقدری که داشتن نشون میدن که چقدر به جوانها اهمیت میدن و به سلیقه اونها و البته به همراهیشون با هنرمندان غیر ایرانی در نواختن سازهای سنتی و عقیده‌ای که اونها در این مستند بیان میکنن. من فکر میکنم یک وجه دیگه ای از شخصیت استاد شجریان رو در واقع بیننده ها شاهد هستند. با توجه به اهمیت جایگاه هنری ایشون به نظرم میاد که یک دریچه جدیدی رو در این مستند مخاطبین و علاقمندان و دوستداران ایشون شاهد هستند. سربخشیان، از نظر شما که به هر حال مدتی رو با آقای شجریان همراه بودید در طول ساخت این مستند، ویژگی ممیزه به این شخصیت چه بود؟ نمیتونم واقعا در یک جمله کوتاه بیان بکنم. تصور من این هستش که هنرمندانی که غیر ایرانی بودند، خیلی جالب بود که چقدر اینها تأثیر گرفتن از استاد شجریان در اون دوره، در واقع تور کنسرتی که داشتن، و فکر میکنم که این شاید شخصیت آقای استاد شجریان در اینجا غیر قابل انکار هست. به نظر من استاد شجریان اونطوری در واقع زندگی کرد و اونطوری هنرش رو بیان کرد که به اون ایمان داشت و عقیده وافری که به مردم ایران، عشقی که به مردم ایران داشت و هنرش رو در خدمت به مردم میدید همیشه. از این جهت به نظر من بسیار بسیار درس، در واقع من خودم درس یاد گرفتم از ایشون، از نگاهشون به زندگی، از نوع در واقع تعاملشون با دنیای پیرامون. به نظر من یک شخصیت یگانه‌ای بود که برای من افتخاری هستش که تونستم حداقل یک دریچه کوچیکی رو به مخاطبین و علاقمندان ایشون معرفی بکنم از زندگیشون. خب بسیار ممنون و متشکرم از شما حسن سربخشیان برای حضور در این گفتگو. فرصت دیگه ای نیست از طریق راه‌های ارتباطی که اینجا داره زیر نویس میشه شما برامون بنویسید درباره این فیلم و همینطور یاد و خاطره هاتون از استاد شجریان. تا دیداری دیگر، بدرود و به امید سلامتی یار و دیار.